وزیر شهرسازی کشور در سفر خود به هرات وعده داد که از این پس صلاحیت های بیشتری به نمایندگی این وزارتخانه در این ولایت می دهد. او همچنین از این گفت که به زودی ماستر پلان شهری بازنگری می شود و در آن آشکار خواهد شد که در این برنامه آیا در آینده هرات شهری صنعتی خواهد بود یا تاریخی. از سوی دیگر والی این ولایت با فشاری می کند که باید وزارت شهرسازی بود تاریخی هرات را در ماستر پلان آینده در دید داشته باشد. آصف جاهد در این زمینه گزارش می دهد. به هرات آمده تا در زمینه چگونگی شهر و برنامه گسترش آن با مردم از نزدیک دیدار کند. در این میان برخی در سخنرانی خود از بالا بودن بهای آب آشامیدنی و برخی دیگر از صادر شدن مجوزهای غیرقانونی برای ساخت ساختمانهای بلند خورده گرفتند. مردم مولسوالا اعلام میکنه به شهر میآیه، زراعت اعلام میکنه، اقتصاد مردم به اونجا خراب بشه، شهرم گنجایش از اینا را نداره. از این گپا بگذرین، ما هم حالا علاقمند هستیم. اگه توجه میخوای به شهر هرات بکنی، اینه بر اولسوالی های هرات بکنی. ولی مرکز برای تطبیق این پروژه در سال 1395 بودجه نداده است، در حالی که میلیون ها افغانی پول رسانی هرات که باید در این ولایت به مصرف برسد به مرکز انتقال شده است. قرار شده تا دو برنامه گسترش شهری یا همان ماستر پلان با هم یکی شود. یکی برنامه گسترش شهری که در سال 1392 بازنگری شده و دیگری برنامه استراتژیک این ولایت. از سوی دیگر محمد آصف رحیمی والی هرات سخن از این گفت که باید تاریخی بودن این ولایت در ماستر پلان آینده در دید گرفته شود. حق مردم و افغانستان و جهان و هرات است که ارزش‌های فرهنگی و تاریخی باید حفظ شود در چوکات ماستر پلان و هیچ گونه فروگذاشت نشک خدا نخواسته یا آثار فرهنگی تحت تأثیر بلند منزل ها بره، اطرافش بسیار بیروبار شود، اما فضا و محیط از او از بین بره. این فکر میکنم که خیلی خرابکار خواهد بود. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی هم وعده داد تا همسوی باستانی تاریخی هرات و همسوی صنعتی آن در ماستر پلان آینده در دید گرفته شود. او میگوید که کم کم باید کاری برای ولسوالی ها هم انجام داد تا در آینده با دشواری کلان شهرهای امروز روبرو نشوند. ما آلی فعلا نیاز داریم که ماستر پلان بازنگری کنیم و ای را تطابق بدیم. مطابق شرایط وضعیت شهر امروز هرات و همچنان ما آبداد تاریخی، فرهنگی و رشد اقتصادی را در این مد نظر بگیریم. وزیر شهرسازی همچنین اشاره به درآمد اداره آبرسانی هرات کرد و گفت که از این پس درآمد این اداره برای خود آن خرج خواهد شد. این وزیر کابینه حکومت وحدت ملی وعده دیگری هم داد که آن هم صلاحیت دادن بیشتر به اداره شهرسازی هرات است. هرچند پافشاری کرد که باید کارکرد آن از سوی والی زیر ذره بین باشد. یک تعداد از صلاحیت های خودم به ولایت هرات به رئیس شهرسازی انتقال بدم. ما صحبت های خوبی با جناب والی صاحب در این قسمت دیروز داشتیم، اما موضوعاتی که است ما ایرا انشاءالله مشخص میکنیم و ما میخواهیم که مردم و شهروندان ما در ولایات از سرگردانی بی جای خلاص شوند. از چند سال به این سوست که سخن از بازنگری و تطبیق برنامه گسترش شهری به میان میآید، ولی این روند هنوز به درستی آشکار نیست و همین باعث سردرگمی شهرداری شده است. هنوز هم شهرداری برنامه گسترش شهری چند دهه پیش را پیش می‌برد. از سوی دیگر ساخت ساختمان‌های بلند در جاهایی که آثار باستانی وجود دارد، چالش دیگری است که باید دید چگونه وزارت شهرسازی با آن کنار خواهد آمد.